همزمان با تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات برای جداسازی آرای پاک از ناپاک، کمیسیون شکایت های انتخاباتی امروز فیصلش را در مورد بررسی 4362 مورد شکایت صورت گرفته همگانی کرد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی آرای 77 محل رایدهی را باطل اعلام کرد و آرای 1817 محل دیگر را به بازشماری فرستاد. بر اساس تصامیم تازه کمیسیون شکایت های انتخاباتی 45 نفر جریمه نقدی شده و 8 تن دیگر وظیفه‌شان به حالت تعلیق درآمده است. روی چگونگی کارکرد کمیسیون های انتخاباتی برای نهایی سازی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه ارگ 98 با من حارس جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر بانو زرمینه کاکر، معاون سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی، آقای مولانا فرید عضو دسته انتخاباتی دولت ساز، آقای پاینده محمد حکمت سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و تا لحظات بعد آقای عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در بحث نیز با ما خواهند پیوست. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. بانو کاکر، بحث با شما میخوایم آغاز بکنم. در کنار موارد را که در مقدمه اشاره کردم، نتایج فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در مورد 4362 مورد شکایت چی بود؟ بسیار خوب، عرض سلام احترام دارم خدمت شما همکاران در بس و خدمت بیننده‌های عزیز شما. به تعداد 4362 شکایت که تصمیم گرفته شده، بیشترین موارد در نخست مشکلات بایومتریک بوده، مشکلات فهرست رای دهندگان بوده، جرایم انتخاباتی بوده متاسفانه که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد، کمپاین در روز انتخابات بوده و همچنان در دوره هایی که نباید اونا کمپاین میکنند در دوره سکوت بودن، و همچنان مداخله تعداد از زورمندها و کسانی که کارمندای دولتی بودند در جریان پروسه انتخابات و اینا در صدد ازی بودند که به نفع یک کاندید مشخص کار کنند. و در آنچه که کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز اعلان کرد که 54 نفر جریمه نقدی شده، آیا مشخص شده که اینا در چی سطح بودند؟ آیا بیشتر از اینا در مرکز بوده و یا اینکه در 34 ولایت افغانستان است؟ در مجموع در 34 ولایت این مورد صورت گرفته بود که تخلفات انتخاباتی بودند و به اساس قانون انتخابات تخلفات انتخاباتی جریمه نقدی میشن. بعد از اینکه بررسی ها ولایت تمام کردند، در 54 مورد ثابت شد که واقعا تخلفات انتخاباتی صورت گرفته بود و اینا به اساس قانون انتخابات جریمه نقدی شدند. یعنی مشخصا موقف و نام از اینا چی زمان همگانی میشه؟ مرحله کمیسیون شکایت انتخاباتی قسمه است که بعد از 48 ساعت که میاد ثبت شکایت به تمام میرسه، 15 روز کمیسیون های ولایتی وقت دارن که شکایت در نخست اینا بررسی کنن، تصنیف کنن، بررسی کنن و تصمیم بگیرن. بعد از او در جریان 3 روز که اینا وقت دارن استیناف خواهی کنن، بعد از او میرین بر مرحله استیناف خواهی. نهایی ترین تصمیم هم مرحله استیناف خواهی میگیره که کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی. بعد از اون مرحله استیناف خواهی تمام شد، انشالله کسانی که تخلفات انتخاباتی را انجام داده بودن و اینا مورد جریمه صورت گرفتن و کسانی که جرایم انتخاباتی را انجام داده بودن و اینا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شد، خود کمیسیون شکایت انتخاباتی تایی یک کنفرانس مطبوعاتی انشالله اسم کسانی که در جرایم انتخاباتی دست داشتن و ارگان ها را انشالله به معرفی میگیره. یعنی میاده که برای استیناف خواهی از روز یکشنبه تمام میشه؟ بله، 3 روز اینا وقت دارن بعد از فیصله کمیسیون ولایتی. اینا باید در جریان 3 روز شکایت استیناف خواهی خود به کمیسیون مرکزی ما به ثبت برسانن. در صورتی که اینا در جریان 3 روز شکایت به ثبت نرسانن و به کمیسیون مرکزی اینا شکایت مواصلت نورزن، متاسفانه فیصله کمیسیون ولایتی نهایی خواهد بود و قابل تغییر نخواهد. و 8 تنی که گفته میشه که وظایفشون به حالت تعلیق درآمده، اینا مربوط به کمیسیون های انتخاباتی هستند و یا اینکه مربوط به کارمندان دولت است؟ اینا کارمندان دولت هستند. در کل میتونیم بگویم کل موارد اینجا شمول بوده، شامل بوده. زمانی که مرحله استیناف خواهی هم تمام شد، اینا را هم انشالله معرفی خواهد کردیم که کی ها بوده، ولی در حال حاضر مشخص است در چی سطحی هستند از نظر مقام؟ امکان داره در جمع از اینا شاید وزرا هم وجود داشته باشن، اعضای کابینه هم وجود داشته باشن، مشاورین هم وجود داشته باشن، کسانی باشن که هم در رده های بلند دولتی هستن، هم تعداد کسانی هستن که کارمندان دولتی هستن و افراد عام هم هستن که در دولت کار میکنن و اینا از وظیفه خود استفاده کردن و به نفع کاندید مشخص کار کردن. و 77 محل رایدهی که در سراسر افغانستان آرایش باطل اعلام شده، و اساس از اینا
آنچه را که گزارشات نهادهای امنیتی اعلان کرده بودند که در روز برگزاری انتخابات بسته بوده، اساسش این است و این که در این 77 مرکز تقلب و صندوق پر شده. قرار بود که در این 77 مرکز انتخابات صورت بگیره، ولی در روز انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان مراجع امنیتی مطرح ساختن که این 77 محل به اساس مشکلات امنیتی مسدود شده، ولی امکان داره در اونجا انتخابات صورت گرفته باشه چون کارمندان کمیسیون اونجا حضور نداشتن و هر آنچه که در اون مراکز وجود داشته برای ما باطل است. یعنی وقتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی میاد و اعلان میکنه که 77 محل آرایش باطل اعلان کرده، یعنی با وجود گزارش نهادهای امنیتی در اونجا رایگیری صورت گرفته، امکان داره که اونجا رایگیری صورت گرفته باشه و امکان دارم که صورت نگرفته باشه، چون این 77 مرکز قبلا ثبت بود که باید دو رایگیری صورت گرفته باشه و هم صورت میگرفت، ولی به اساس ازی که مشکلات امنیتی وجود داشت چون در فهرست عمو مراکز وجود داشتن فعلا باطل اعلان شده. تشکر بینده های گرامی، یک میان برنامه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. به ادامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدین. آقای ابراهیمی، به ادامه بحث خوش آمدین. جزئیات تازه از پروسس آرای صورت گرفته تا اکنون چی است؟ به چی تعداد از آرا به مرکز دیجیتال انتقال داده شده؟ برام خدا و عرض سلام به شما میمانای گرامیتان و تمام بینندگان محترم. شما در جریان هستین که امروز ساعت 12 بعد از ظهر تمام معلومات بایومتریکی که 1,787,000 معلومات بایومتریکی که شامل تصاویر سه‌بعدی از رایدنده همراه نشان انگشتایشان و عکس از تذکره و استیکرشان بود به سرور انتقال داده شد و بعد سر معلومات بایومتریکی بالاتر از 2,300 دستگاه بایومتریکی بود که در قرنطین بود که ما از تمام نماینده های کندام محترم هم خواستیم هم از عذاب جنین هستی که بیان او رو نظارت بکنن که تا در حضور داشت از یا که ما او رو از قرنطین بکشیم به اساس فیصله کمیسیون و معلوماتی که مثلا قابل اجرا است او رو به سرور انتقال بدیم. که یعنی مرحله انتقال امی دستگاه هایی که قرنطین بود چقدر زمان دیگر نیاز دارد؟ احتمالا تا آخر امشب و پایان برسه، تلاش می هست. یعنی به یه اساس به او تاریخ 27 که تعهد سپرده کمیسیون میتونه نتیجه ابتدایی اعلان کنه؟ خب ما فکر نکنم، اما تا آخرین حد تلاش می کردیم، اما احتمال تعویقش بعید نیست. ما نمی خواهیم که شفافیت فدای سرعت بکنیم. خب بس شفافیت مطرح کردین، آنچه را که کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رسانه ها گفت که حداقل بیشتر از 100 دستگاه بایومتریک تا اکنون ناپدید شدن. در صورتی که بحث شفافیت باشه، نتیجه این 100 دستگاه چی میشه؟ بر ما آرای بایومتریکی، آرایی که در دسترس ما قرار داره، آنچه ملت افغانستان تصمیم گرفته او را کس زورمندا او را نگرفته یا افراد اشخاص دیگی او را دستبرد زده باشه و اون موارد ما نمیخوایم بچید. ما آرای واقعی مردم افغانستان دخیل بسازیم، آنچه ملت افغانستان، آنچه مردم افغانستان تصمیم گرفته او را ما میخواییم برسانیم. خب به موارد دیگه که در بحث شفافیت میتونه تاثیرگذار باشه، فیصله امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی است که 77 محل رایدهی را باطل اعلان کردن و 1,817 محل رایدهی دیگر را گفتن باید به بازشماری بره. این چیز من بازشماری خواهد شد؟ کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم وظیفه‌اش است، ما احترام میگذاریم، آنچه یا تصمیم میگیره حق قانونیشان است، ما برشان زمینه را مساید میسازیم به اساس مدارک اسنادی که یا دارن. جایی که بازشماری میره، بازشماری زمینه را مساید میسازیم در حضور داشته ناظرین کاندیدای محترم ریاست جمهوری، اعضای جنهای سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی، کمیسیون شکایات، کمیسیون خود ما متحد هستیم. هدفی کمیسیون هم تامین شفافیت است، هدف ما هم است. تلاش کلی ما این دفعه این بار انتخاباتی است که ما اعتبار اعتماد از دست رفته مردم افغانستان نسبت به پروسه های ملیشان خصوصا انتخابات که متاسفانه انتخابات های دیگه به سطح بسیار پایان کم شده بود، میخوایم میره پس احیای مجدد بکنیم که تا حد برگزاری انتخابات مطلوب تر بود و اگه انتخابات مطلوب بود نسبت به هر انتخابات دیگه سطح تقلب تا آخرین حد پایان بود. بر ما آرای بایومتریکی اصل بوده و آنچه مردم افغانستان تصمیم گرفته او قابل ارزش است. به هیچ عنوان ما نمیخواهیم که
این بار سرنوشت مردم افغانستان، سرنوشت مردم افغانستان خودشان تعیین میکنه او را. یعنی این شفافیت را که کمیسیون مستقل انتخابات ادعا میکنه بر اساس چی است؟ گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی را هم شما مد نظر میگیرین و اینکه هر اون چی که کمیسیون خودش ادعا میکنه با مبنی بر شفافیت امور بر مردم است؟ خب ببینین، از لحاظ قانونی وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی به اعتراضات، تخلفات، تقلبات، جرایم انتخاباتی، تقلبات انتخاباتی هست. اما اینجا یک مورد هست. آنچه در رابطه با تصمیم آرا هست، این بار با از صلاحیت کمیسیون بی است که جایی که مشکوک هست، اسناد مدارک هست و آرای بایومتریکی غیر بایومتریکی جدا سازی هست، مطابقت آرای استفاده شده آرای استفاده شده که به شکل برگه است استفاده شده و آرای بایومتریکی که انگشتای یایشن یا مطابقت داده میشه مطابق ماده 8 جمع‌آوری نتایج انتخاباتی طرز عملش که مطابقت داده میشه، در صورتی که مطابقت بود مستقیما به معلومات نتایج میره. اجازه بدین، اما در رابطه با تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم، شکایت ها اعتراضاتی که هست در رابطه با تقلبی ها یا میشه بعد از اینکه بسیار چیزایش خودمون رسیدگی کردیم، بعد از او اگر موارده بود بعد از اعلام نتایج ابتدایی مطابق طرز عمل قانون امی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی اعتراض و تقلبات شکایت بعد از اعلام نتایج ابتدایی بررسی بکنه و نتیجهشان اعلان بکنه. آنچه مربوط ما هست آرای جدا سازی آرای سیاه و سفید هست، آرای بایومتریکی و غیر بایومتریکی هست، آرای بایومتریکی با ما اصل است و این شکل ما متحد هستیم و آخرین حد تلاش کردیم، تلاش میکنیم که این بار مردم افغانستان نسبت به پروسه های ملیشان اعتبار اعتمادشان بیشتر شود و مردم افغانستان در انتخابات های بعدی به شکل سیلاسا و گسترده با پای صندوق های رای برند و اعتماد از دست رفتهشان پس احیا شود. یعنی در صورتی که کمیسیون نتانه به اساس تقویم پیش بره، در اون صورت فکر میکنین خب، اعتبار از دست رفته احیا میشه؟ شما شاید از آقای جمالزاده که هیچ مورد از تقویم خوشبختانه در انتخابات ما نقص نکردیم، حتی پیش از تقویم عمل کردیم. خب در حال حاضر شما گفتین که احتمال وجود داره که تاخیر بیفته. احتمال وجود داره. خب عملا معلوم میشه که نقص میشه. ببینین، نقص 3 روز، 5 روز، 1 هفته فکر نکنم سر نتیجه اصلی تاثیر بکنه. نتیجه اصلی چی است؟ که مردم افغانستان رضایتش به وجود بیاید و شفافیت تامین شود و آنچه مردم افغانستان تصمیم گرفته ما او را اعلان بکنیم. ای که خب رضایت مردم از میزان مشارکت رای دهنده ها معلوم است دیگه. وقتی بیشتر از 9 میلیون ثبت نام کننده ما داریم و در روز رای دهی هم ما میبینیم که سقف اشتراک مردم بیشتر از 2 میلیون است. خب ببینیم باز عوامل سطح مشارکت پایان از چند مورد بود. یکی اولی بود که موضوع گفتگاه سال سر انتخابات خیلی سایه بزرگ از نقطه بود، یک مورد. مورد دیگه ای بود که کاندیدای محترم ریاست جمهوری او شوق ذوقی که به کمپاین های خود میدادن متاسفانه ندادن. و مورد دیگه ای بود که این انتخابات تنها انتخابات ریاست جمهوری بود و انتخابات 2014 اگه شما شاید هستین انتخابات شورای ولایتی هم امراج بودن که بالاتر از 6-7 هزار کاندید انتخابات شورای ولایتی بود که مردم عموم تشویق کرده بودن. ببینین هی هم عوامل و تهدیداتی که در مجموع مخالفین مسئله دولت سری پرسه داده بود که 4 عامل اصلی تشکر سطح مشارکت پایان آورده بود. اما باز هم کیفیت مهم است نه تشکر کمیت. آقای مولانا، آنچه را که کمیسیون های انتخاباتی روی دست دارن و تلاش هایش شما هم شنیدین، چقدر میتونه واقعا بحث سلامت و شفافیت انتخابات را تضمین بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت بینندگان محترم و همکاران ما در بحث. از نظر ما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 98 نسبتاً بگویم یا بالاتر از مسائل نسبی یک انتخاباتی بود که میشد از کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تشکری کرد. در این شکی نیست که این انتخابات در بدترین زمان از لحاظ سیاسی برگزار میشد که اکثریت نامزدان ریاست جمهوری باور به برگزاری انتخابات نداشتند.
و هر روز منتظر ازی بودم که خلیزاد در قطر چه فیصله میکند و ترامپ چه توییتی میده. قبل ازی هم شما در جریان بودین که چند بار پاکستان خواهان حکومت موقت شد به جای برگزاری انتخابات و همچنان سیاسیون داخل نظام، سیاسیونی که از نظام بیرون ماندین اما در افغانستان هستند، حتی به شمول رئیس جمهوری اسبق افغانستان که آقای کرزی باشد، یک جمعی از سیاسیون در اطراف خود جمع کرده بودند و هر روز زیر تبلیغ میکردن که انتخابات ما را بحران میبرد، بهترین گزینه گزینه حکومت موقت است، رهبرای فعلی نظام به کارشان دوام بتن بدون انتخابات، که حتما در کفش آقای رئیس جمهور سابق یک ریک بود که همچنین مسائل مطرح میکرد. یعنی انتخابات چالش های زیاد داشت. نقطه بسیار اگر مشخصتر اشاره بکنم، در روز انتخابات مردم افغانستان شاهد است، مطبوعات شاهد هستند، تهدید در حد دشمنان مردم افغانستان، طالبان، ترورستان بالا برده بودند که پشت خانه‌های مردم، در کوچه‌های مردم کفن بردن، تابوت انداختن، بوتلای خون آمدن که جزایتان اگر انتخابات سهم میگیرین. اگر همچی یک تهدید در بزرگترین کشور اروپایی، حتی امریکا وجود میداشت، شاید یک نفر در او روز رای دهنده را بگذار که حتی مردم عام از خانه خود بیرون نمیشه. خب حال ما در یک اقدام صورت گرفته قرار داریم، حال چقدر کمیسیون ها میتونه بحث شفافیت و جداسازی آرای سیاه سفید بتانن بر مردم اطمینان بتن؟ پس از یک میان برنامه کوتاه. به ادامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدین. خب آقای مولانا، حال این کمیسیون های انتخاباتی چقدر واقعا میتونن بحث آرای سیاه سفید جدا بکنن؟ تا امروز ما، تا این لحظه که با شما صحبت میکنم، ما من حیث عضو یکی از تیمای انتخاباتی باور کامل سر کار کمیسیون های انتخاباتی دارم، به شمول کمیسیون شکایات انتخاباتی باور کامل دارم و تا امروز شفاف پیش رفتین و تا امروز تانستن که قناعت همکاران انتخاباتیشان که کاندیدای ریاست جمهوری استن و همچنان ناظرین محترم هستن و کسایی که بینوان مشاهد هستن مثل فیفا و تیفا و امثال اینا، تا هنوز توانستن که اعتماد همه را با خود داشته باشن. امیدوار هستیم که با همچی یک برنامه را که پیش رو دارن تا آخر با همی اعتماد پیش بروند. ما فکر میکنم که همو وضعیتی که با ارتباط چندین انتخابات در افغانستان فاصله بین انتخابات مردم ایجاد شده بود، به اعتمادی که نسبت به انتخابات بین مردم ایجاد شده بود و یکی از دلایل شرکت کم مردم هم در بعض انتخابات، در هر دو انتخابات بیشتر، یکی از عوامل همی بود که بالای کمیسیون انتخابات، بالای کمیسیون اعتماد وجود نداشت در برنامه سال انتخاباتی. انتخابات. گفتین آقای مولانا، دیروز اگر شما شاهد باشین، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک نشست مشترک داشتن، در اونجا انتقاد کردند از سقف میزان مشارکت مردم، آنچه که آماری که از طرف کمیسیون انتخابات اعلان شده و گفتن که کمتر از یک میلیون ممکن باشه. اگر من در اون مجلس می بودم به محترما میگفتم که شما کسایی بودین که تا روزی که ترامپ توییت نکرده بود همیشه تبلیغتان به خاطر صلح بود، نه به خاطر انتخابات. شورای نامزدان انتخاباتی، اونا هیچ کمپین نکردند، در هیچ جایی نرفتند، در هیچ تلویزیونی کس اونا را ندید، در یک اجتماعی نبودند. هر جایی که میرفتند میگفتند با ما صلح اولویت داره. پس معنی ازی چی بود؟ خود انتخابات و سبوتاش کردین. و حتی از نظر ما باید کمیسیون شکایت انتخاباتی اگر طرز العمل لوایحشون وجود داشته باشه و بزرگوار یک بار کش کنن. شما یک لک تذکره را آوردین، با کمیسیون انتخابات تسلیم کردین، مطابق از او شما عهدنامه را امضا کردین و کاندید ساختین خدا، و امروز شما در جمع کاندیدای و غیره هستین و تمام آرایی که شما گرفتین به دو لک نمیرسه. خود از اونا باید یک از جمله کسایی باشه که تخلفات انتخاباتی انجام داده باشن. اونا بودن که به جای انتخابات صلح تبلیغ میکردن، اونا بودن به جای کمپین انتخاباتی در پغمان میرفتن بین کسایی که میله رفتن میگفتن با ما صلح مهم است. بنابراین به نظر من یک دفعه اونا سر به گریبان خود ببرن و معیار فعالیت خود در انتخابات ببینن، تا تعداد رای دهندگان بالا می بود امروز، اونا هم گردنشان بلند، حداقل 5% رای می گرفتن، 2% رای می گرفتن، از جمع
و غیره میبر آمدن. امروز سه کاندید است که لستش نامش در رای آمده، ولو کم یا زیاد باقی کاندیدا در جمع و غیره هستند. باقی کاندیدا فالبینی میکنند. یک از کاندیدای محترم هر روز میگه که ما اطلاع داریم که یکی از تیمای انتخاباتی میخواهد به خاطر درجه آرای غیر بایومتریک به استر محکمه پناه ببره تا او رای بده، یا فلان کاندید 170 میلیون مصرف کرده، یا ما اطلاع داریم کاندید تقسیم تظاهرات داره، اما ما از بزرگوار میخواهیم که یک دفعه بر خودم اطلاع میگرفتی که من کاندید بکنم خودش چقدر رای میارم. حالا فکرتان در قسمت دیگه پا هست، یک بار خودت متوجه میشدی، اطلاعات تا جمع میکردی، باز خود کاندید میسوکتی. مشخصا هدفتان آقای رحمتان نبیل است و یا ثبات همگرایی؟ هر کسی که از روشن است، ثبات همگرایی خیلی از کاندید هاییست که فیلن رای دارن. ما هدف میست که اما کسایی که اطلاعات در ارتباط دیگر را خوب اطلاع دارن، در ارتباط خودشون که اطلاع جمع میکردن، در ارتباط جایگاه مردمیشان، در ارتباط گرفتن آرای بیشتر که امروز در قطار میبادن. حالا فعلا که ماندن، کل هدف از نظر ما ایست که چطور بتونن انتخابات و بحران ببرن و چطور بتونن کمیسیون انتخابات کارشان زیر سوال ببرن. یعنی کمک به انتخابات تشکر ایست. تشکر آقای حکمت، از نظر ثبات و همگرایی عملکرد کمیسیون های انتخاباتی چگونه است؟ بر دولت ساز قابل قبول است و قناعت شما حاصل کرده، برای شما هم قابل پذیرش است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د بحث ګډونوالو او ټولو کتونکو ته وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې ټاکنې یوه تر ټولو ستره ملي پروسه ده، او په دې کې هر قسم خیانت، تقلب، جال چې کیږي دا باید جرم وي او هیڅوک له دې نه انکار ونه کړي، او د تقلبکار سره همکاري باید ونشي. زموږ لپاره دقت، شفافیت او ټاکنیز عدالت دا سری کرښې دي. په دې برخه کې هم د شکایتو د کمیسیون سره، هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره هر قسم همکاري چې وغواړي موږ حاضر یو، کوو، او دا زموږ ملي رسالت دی او باید ادا کړو. تر دې دمه دواړو کمیسیونونو د خپلو طرزالعملونو او قوانینو مطابق کار کړی، موږ یې هرکلی کوو، ولې دا بسنه نه کوي، یعنی کافي نه ده. لا دقت ترنه غواړو، او د دې پروسې تر آخره موږ پر شفافیت او د دوی پر بېطرفۍ او خپلواکۍ باندې تاکید کوو. ټینګار هم دا ده چې کمیسیونونه باید په هر حالت کې فشار ته تسلیم نه شي، نظر ته او نزور ته، او څنګه چې د طرزالعمل دی، څنګه چې قوانین دي ټاکنیز، باید په ټولو ټکټونو باندې یو شان تطبیق وسي. اما اتهامات را هم معاون تکت ثبات و همگرایی به آدرس معاون کمیسیون مستقل انتخابات داشتن؟ مثلا موردی که تلاش دارن تا آرای غیر بایومتریک وارد سرور بسازن. تیر هفته هم دا کوشش و دی مشخص تیم ده خوانه چې زبای نوم واخلم دولت ساز ده خوانه آقای کوشش کولو طول ها غرایی چی پا فورم که دی باید سیستم تولاریش، او استدلال داو چی دا افغانستان خلق پا دیر و سخت و شرایطو که راوتی دی و باید وش بردش. منگو آیو هر افغان دا افغانستان پا هر گوشه که چی رای ور کرده ده رای فیزیکی تلل و رای ور کرده باید زین دفاع وشی او غرای قابل ده تاییدو گرزه ولشی. دا چی یو سلی خیالی ارقام لیکلی دی، جالی رای چه ولی دی، نه موږ ته د منلو وړ دي، نه دواړو کمیسیونونو ته د منلو وړ دي، او نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي. یعنی اوس هغه مرحله تیره ده، د 2014 کال نه دی، لکه څنګه چې ابراهیم صاحب وویل، اوس د 2019 کال کې یو، او د زموږ ایماني او ملي مسؤلیت دا ده چې دا ټاکنې راتلونکي نسل ته په خورا شفافیت سره پرېږدو. یعنی اون چېرې کې برای تیم دولت ساز شما اشاره کردین که تلاش داشته تا اینکه آرای غیر بایومتریک شماره شوه، از طریق معاون کمیسیون مستقل انتخابات میخواستن چنین برنامه رو اندازی کنن؟ از هر کسی که میخواست این کار میکرد. یو مورد زغالم چه بلم وایم، تقریبا دی معلوماتو پر اساس شپیته عملی شویدی پا سرور باندی ده هیکرانو لخوا دا عملی چا کردی، چه وقت شوی، او لکم آدرسونو شویدی. زمانگ هلا داده چه رو تاکم خلوه کمیسیون، چون دا پروسه ملی ده، زمانگ تاکید داده چه هر شای چیوی باید خکاروی، چه دا لکم هیواد شوی دی، لکم ادرس شوی دی، دا افغانستان پا داخل که شوی دی، بار که شوی دی، دوی چه تعداد دی حملو پیجنی، نو طبیده چه دوی اغا ادرس هم پیجنی چه چا کری دی. دا افغانستان خلق و سرده لطفا دا شکایت و کمیسون، دا تاکن و کمیسون پا دی برخه که خپل مسئولیت ادا که و دا دی وی، یعنی پا دیر جرات سر دی وی. بلا داده چه دا شکایت و دا کمیسون دا معلوماتو پر اساس دا کابینی غری بر حال مشاورین دولتی لوړپوړي چارواکو په دې پروسه کې لاسوهنه کړې، مداخله یې کړې، له خپل زور و زر نه استفاده کړې ده، او هغه قانوني موارد چې هغه یې نقص کړي دي. زموږ هیله دا ده د شکایتو د کمیسیون نه چې د خپل صلاحیت نه په استفادې سره دوی ټول هغه موارد چې هغه په 9 ماده کې تعریف شوي دي د ټاکنو د قانون
چې جرمی سبغه لري باید په ټول یو شان تطبیق شي کغه احمد دې ک محمود دې ک وزیر دې ک والی دې ک ول سوال دې ک زیم کتی هر چا چې ټاکنیزه تخته کړی ټاکنیز جرمی کړی باید جزا یو ګوري تشکر پلو کاکر امروز آنچه را که کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان کرد 907 مورد هم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. اینا هم شامل اون بحث استنافهایی میشن یا این فیصله نهایی است؟ دقیقا زمانی که مرحله استناف آغاز میشه و می سه روز که اینا وقت دارن که باید استنافهایی کنن به کمیسیون مرکزی اینا باید استنافهایی کنن و ما میخوایم یک کم وضاحت بتون در مورد اینمی شکایاتی که مواردی که بر نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده که 907 مورد است اینا مواردی هستند که شاید در حال تغییر باشن امکان داره که از 100 مورد یک موضوع باشه از 200 مورد دیگه موضوع باشه امکان داره 200 مورد بالای احمد باشه 100 مورد بالای محمود باشه و ارقام از اینا پایین بیه زمانی که اینا در مرحله استنافی میرن کلا موارد بررسی شد ان شاء الله کل موارد که مثلا شکایت یعنی این 907 مورد شکایت از 907 فرد نیست بله اینا فقط مورد شکایت هستن که جرایم انتخاباتی صورت گرفته و موارد را که شامل آرای باطل شده و آرای بازشماری میشه آیا کدام ضرب الاجل وجود داره که کمیسیون پیش از نتایج ابتدایی اینا را بررسی بکنه یا بعد از نتایج ابتدایی بسیار خوب به اساس قانون انتخابات قبلا پیش از اینکه قانون انتخابات تعدیل نشده بود خود کمیسیون شکایت میتونست که بازشماری کنند ولی به اساس قانونی که تعدیل شد قانون انتخابات زمانی که ما تعداد از مراکز به بازشماری قرار میدیم کمیسیون مستقل انتخابات مجبور و مکلف است که محلات بازشماری کنند در حضور نماینده کمیسیون شکایت و همچنان نهادهای ناظر کمیسیون شکایت انتخاباتی محلاتی که قرار بود که مشکوک بودند شکایاتی که از طرف نهادهای ناظر ثبت شده بود از خود کاندید صاحب ها ثبت شده بود از خود مردم افغانستان ثبت شده بود که مشکوک بودن و نظاره در خود کارمندان ما از پروسه داشتن کمیسیون شکایت انتخاباتی تنها یک محکمه انتخاباتی نیست در پهلوی از او صلاحیت یک نهاد ناظر هم داره نظارتی که خود ما داشتیم و محلاتی که مشکوک بود اینا به بازشماری رفتن ان شاء الله کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون همکار ما هستند در این زمینه همکاری خواهد داشتن و با حضور نماینده با صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی این محلات به بازشماری میره مشخصا این گزارش به کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر عملی شدن فرستاده شده در حال حاضر دقیقا فرستاده شده گرچه اینا هم موارد را داشتن که تعداد از محلات خود از اینا هم به بازشماری قرار داده بودند در پهلوی از محلات را که ما بر از اینا معرفی کردیم امکان داره اکثر محلات مشابه باشه ان شاء الله که اینا این محلات به بازشماری قرار خواهد دادن و نتیجه شه با مردم افغانستان چریک خواهد ساخته تشکر آقای ابراهیمی محلات را که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری کرده اونا هم شامل این 1800 عبده مورد که کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان کرده میشه و یا که او موارد جداگانه روند بازشماری آغاز نشده فعلا تمام معلومات بایومتریکی به سرور در حال اتمام است بعد از این آرای بایومتریکی شده که است معلومات بایومتریکی و آرای استفاده شده که در محلات است و همچنان امبوریزل شلتایی که اصلی هست و الکترونیکی عکس گرفته شده هم از این مطابقه داده میشه در صورت که آرای استفاده شده در برگه در صندوق های رای و آرای بایومتریکی همخوانی داشته باشه مستقیما به نتیجه نهایی میره به نتیجه ابتدایی و بعدا نهایی و در صورت که اگر مثلا در یک محل 150 رای بایومتریکی است اما 250 رای بایومتریکی نیست اونجا مستقیما 100 رای ابطال میره و 150 رای که بایومتریکی هست و بازم هم آرای بایومتریکی اونجا تصفیه میشه تصفیه به این معنا که تکراری نباشه پیش از ساعت 7 صبح که انتخابات آغاز شده بود که پیش از اون نباشه 7 شروع شده بود بعد از ساعت 5 عصر نبوده باشه عکس از روی عکس نبوده باشه زیر سن نبوده باشه یعنی اون چند مشخصه که عکس 3D شخص باشه نشان انگشتایش باشه و همچنان تصویر استیکر و تسکریج باشه این مشخصات است که بایومتریکی خود از او دوپلیکیت باز میشناس سرور خود از این معلومات اونجا رفت خود به خود سرور فعلا بعد از این روند تصفیه معلومات بایومتریکی هست که هر محله با هر آرای بایومتریکی و غیر بایومتریکیش مطابقت داده میشه اگر مطابقت مشکل نداشت اونجا مشکل نیست در صورت اگر نبود باز اونجا تمام آرای بایومتریکی که استفاده شده و برگه ها اونجا
مشخص میشه بعد تشکر. تعداد رای کاندیدا معلوم میشه. موارد را که آقای حکمت اشاره کردن که تیم مشخص دولت ساز تلاش داشته تا اینکه کمیسیون های انتخاباتی به گونه مشخص کمیسیون مستقل انتخابات آرای غیر بایومتریک وارد سرور مرکزی بسازه و نشست آقای سعادتی را هم شما حتما در رسانه ها دیدین که انتقاد کرد از معاون کمیسیون مستقل انتخابات و گفت که روند انتقال اطلاعات غیر بایومتریک متوقف بسازن. چون این موارد واقع در ببینین بر ما رای بایومتریکی اصل است، جزء از پروسه رای دهی و آرایی که قابل شمارش است آرای بایومتریکی است. آرای بایومتریکی رو ما جای نگفتیم که ما ارجحیت برش میدیم قابل شمارش است. به چه عنوان آرای بایومتریکی اصل است؟ یک سانتی هم مقیم نشینی کمیسیون مستقل انتخابات نداره. جایی که بایومتریکی استفاده شده آرای بایومتریکی هست. برای ما این مهم است که ما بتانیم اعتماد از دست رفته مردم افغانستان رو پس احیای مجدد بکنیم. خب در این قسمت آرای بایومتریک هم جنجال های وجود داره. یکی از این موارد آقای حکمت گفتند که 60 مورد حمله سایبری صورت گرفته. حملات متاسفانه صورت گرفته بود. خب اطلاعاتش چرا تا هنوز بر مردم شریک نشده؟ خب ببینین موضوع مطابق قراردادی که با کمپانی داره مالوک شده تأمین امنیت عملات سایبری از مسئولیت ها و مکلفیت های کمپانی داره مالوک هست و او تأمین امنیت چه داره و باید بر ما گزارش خواهد داد. بعد از این موارد عملات صورت گرفته ما خوشبختانه که هیچ اثر نداشته و با یک امنیت خیلی بالای سرور ما داره می باشه و این مسئولیت کمپانی داره مالوک است مطابق تعهدات عملات بوده. اما یکی از طرف کیها از طرف کدام کشورهای موارده میشه کمپانی داره مالوک و یک مورد دیگر هم که امروز آقای مولانا به رسانه ها گفت که در تعداد از مراکز تعداد از دستگاه های بایومتریک وقت فرستاده شده بوده زمان برگشت این تعداد بیشتر از او آمار بوده که به اون مرکز فرستاده شده. در این صورت تصمیم کمیسیون در این قسمت چه خواهد بود؟ چیزی که استفاده شده در روز 7 صبح تا 5 عصر بایومتریکی هم اصولش داشته باشه قابل پذیرش. یک هر چیز از هر وقت بوده باشه هر وقت نبوده باشه اون مستقیما میرن به ابطال. ما طرز عمل داریم، مثلا چک لیست جور میکنیم، چک لیست داریم مثالش نه طرز عمل اومده. مثلا آرای بایومتریکی چی باشه؟ انگشتان دست شخص باشه، تصویر سیبودی شخص باشه، تصویر استیکر و تذکریش قابل قبول است. دیگه ساعت 7 شروع شده تا 5 عصر امروز، اگه پیش از او بوده باشه اگه بعد از او بوده مستقیما به ابطال میره. این کدام جای نگرانی وجود نداره هیچ مورده. یعنی قابلیت تشخیص زمان داره دستگاه؟ بله سرور داره و معلومات اونجا هست. یعنی پروسه خیلی تا آخرین حد تشکر بوده که شفافیت بکنیم. موافقیم ولی یه شیزه مونگ چی وایو چی ده بده پروسه بانی اعتماد احیاشی دوباره او راتلون که نسل تا پاک تاکنی پا میراست که پریدو هر محل ته چې اضافه ډیوایس تلل سرور په ټاکنو خپلواک کمیسیون د لطفا د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي. دا به اتمن د یو چا په امضا تللی چې دا چا لیږلی. مثلا په یو محل کې ضرورت دی یو د بایومتریک آله، هلته تللي دوه یا درې، دا خو د یو چا په امضا تللی که نه؟ ما میخوایم که به آقای حکمت وضاحت بدیم که ما 29586 محل داشتیم که 5373 مرکز میشد که 26668 محل ما باز بود. از این جمله که 3018 محل ما مسدود بود. به هر محل یک دانه دستگاه بایومتریک ما استفاده روان کرده بودیم به خاطر احتیاطی. به هر مرکز یک که در جاهایی که استفاده شده معلوم است لیستش، جاهایی که نشده ما ایران میکنیم که موارد را که آقای مولانا اشاره کردن این موارد نبود. به گونه مشخص در یک مرکز ممکن است 17 دستگاه نیاز بوده باشه فرستاده شده، اما زمان برگشت که چون این دستگاه های آمده 17 تا نبوده 20 تا بوده. هر کس بوده. من وضاحت بدم. بین خیلی بدم نوبت خود باز وضاحت بدم که سلسله خراب نشود. هر کسی که سلسله بس به جای نرود. معلوم شود که پروسه ملی رسد ما رسانده باشه. امی خوش شکر. تشکر. بینده های امروز برخورد صورت بگیره اگه اولش ما باشم. هر کسی که باشه پروسه ملی رسد ما برسانده باشه جرائم انتخاباتی است امروز برخورد قومی شود
در میلای زندان برن. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه. به ادامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدین. آقای مولانا، واقعا دولت ساز در تلاش اعمال فشار بر کمیسیون مستقل انتخابات است و تلاش میکنه تا این کار غیر بارومتریک هم شماره شد. بازم یک جواب کوتاه‌تر براتون میدم با سر بعضی این مسائل می ببینین. ما از تمامی طرز العمل لوای قوانین کمیسیون مستقل انتخابات جدا حمایت میکنیم و تا هنوز به هیچ چیزی مشکوک نیستیم. ببینین، اگر دوستا به این فکر بودن که آرای غیر بایومتریک داخل سیستم میشن نباید شود، مشکل اگر با امو داشتن، فعلا آرای غیر بایومتریک با اتفاق کل تیمای انتخاباتی داخل سیستم نمیشه، پس تشویش از کجاست؟ خود در پای کسی، در کفشش کدام ریگ است؟ ما که میگویم ما مطمئن هستیم که آرای غیر بایومتریک داخل سیستم نشود و آرای بایومتریک داخل سیستم شود، ما میگیم که ما محاسبه ما سر آرای بایومتریک است. ما مطمئن هستیم که تیم دولتساز راه داره، بنابراین هر طرز عملی که کمیسیون انتخابات داره ما با احترام بگذاریم. یک و گپ دوم، ما نباید وظیفه نظارت اشتباه بگیریم تا وظیفه کمیسیون. ما مطمئن هستم که و اینجا باید به جرأت برای میشه بگویند، دوستان از تیمای انتخاباتی وقتی که در کمیسیون انتخابات میرن به منظور نظارت، اونا مداخله در صلاحیت های کمیسیون انتخابات میکنن، اینی کار بکن کمیسیون، اینی کار نکن. این موضوع فکر میکنم که نه به نفع هیچ تیم است و نه به نفع شفافیت است. یعنی واکنش های ثبات و همگرایی را همه گیش شما مداخله میکنید؟ داره گفتم که وقتی که ما از حد نظارت تجاوز میکنیم و اعمال فشار ما میکنیم، بازور نامش میگذاریم نظارت و این مداخله در کمیسیون انتخابات، چرا طرز العمل لوایح مقررات تمامش واضح است. یک نکته دیگر براتون میگم، ببین امروز وقتی که ما یک ویدیو را میبینیم در یک گوشه دنیا یک چهار نفر تقلب داره، باز میگیم ایره فلان تیم انتخاباتی به خصوص تیم دولت ساز کرده، چه تضمین داشته که تیم ثبات همگرایی نکرده باشه؟ ببینین تیم ثبات همگرایی نکرده باشه. گپ دوم، وقتی که ما میگیم دولت فشار آورده، همین دولت دو تاست، نیمش از تیم دولت ساز است، نیمش هم از تیم ثبات همگرایی است. کدام دولت فشار آورده است؟ اگر تیم ثبات همگرایی را شما تیم دولت نمیگوین، پس این موضوعات چیست که یک کسی در ریاست اجرایی ششته، شورای وزیران دایر میکنه، والی داره، قماندان داره، ولسوال داره، در تمام مسائل دولتی شریک است. در کمیسیون انتخابات هم یک رای یک تیم داشته، یک رای یک تیم داشته، یک رای هم سایر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری داشتن. و گپ دومی که چرا ما بترسیم، به شمول آقای حکمت و اینجا ابراهیمی صاحب نشسته هستند و اینجا خواهر ما هستند، چرا ما ترس داشته باشیم نگوییم کدام کس از دولت فشار آورده است؟ نادر کنیم وقتش خمیس، ما کلیگویی رو به یک طرف بگذاریم، ما بگیم فلان وزیر دولت، رئیس امنیت دولت، قماندان امنیت دولت، فلان مشاور دولت این کار کرده است. اگر ما میگیم مشاورین در کمپین ها کمپین کردن، ما هم خو امی تمام مشاورینی که در تیم ثبات همگرایی است میشناسیم که مگه در کمپین ها بودن، همیشه در وقت کمپین ها از دفتر رخصت شدن برید مناطق دان کمپین بکنه با تیم، ما شاید این وضعیت هستون. بنابراین این طور نیست که تمام تیما ملک باشن، هیچ چیز از دست از اونا به ارتباط انتخابات سر نزده باشد. نکته دیگه که ما سر از او فهمید تاکید میکنیم که فلانی تیمی کار کردن، این گپا رو متوجه تیم نسازین، متوجه کمیسیون انتخابات بسازین. اگر بایومتریک اضافه رفته است، کمیسیون انتخابات رفته، متوجه شدی؟ اگر اسناد حساس انتخاباتی به دست افراد اشخاص افتید است، کمیسیون انتخاباتی رفته. این پاسخ تیم دولتساز مجبور نیست بگویه، این پاسخ متوجه برای میزه بس. ما یک چیز میگیم که تیم دولتساز همه فشار رو که وارد کرده است، او انسان است، او گفته وطندارا انس است، جن است،
د وطن موجود است، د حکومت است، نامش چیست، پدرش کیست، تذکرش چیست، وظیفش چیست. تشکر. اجازه بدید گپی که ما باید میگویم در یه عصر دیجیتالی، در یه عصر دیجیتال یک نفر یک جای صندوق پر میکنه و رو میکشیم که یادم تقلب کرده، اما یک کسی که میگویم فشار آورده و رو معرفی نمیکنیم. بنان ما نباید آنقدر مبهم، اتهاماتی، مشکوک سر نهادهای ملی خود باشیم که هر روز یک بهانه بتراشیم. تشکر. بگذارین که آقای حکمت میشه اسناد و مدارکی که در بحث اتهامات را که وارد کردین بگوین، که شما گفتن آقای فرید که خیلی کلیگویی و در ابهام صحبت میکنین، واضح تر. حقا رایی چی منگوائل چی بایومتریک نی سیستم تا دینزی ده دولت ساز تاکید ده او چی باید لاریش منگل دینه تشکیم. آقای فرید گفتن که اینی فرده که تاکید کرده کی است؟ اجازه بد زموک تاکید ده او تشوش مو ده او چی پا این سناریو پا ولیسی جرگه که پتی رو تاکنو که تکرار شوا تاکنو کمیسون فیصله وکلا و دوار رایی همی بایومتریک و هم غیر بایومتریک مدار اعتبارو بازم دا یو تشویش او د نظر تعریف هم دا ده چې خپل اعتراض او تشویش په خپل وخت د ټاکنو د کمیسون سره شریکی نه دا مداخله نه ده. شکایت تشویش او خپل اعتراض کول په پروسه پر روان په بهیر باندې د ازمو قانوني حق دی او هیڅ څوک نشي کولی، یعنی موږ ځان ته دا حق نه ورکو چې د دواړو کمیسونونو په چارو کې مداخله وکړو. د دواړو استقلالیت او خپلواکۍ ته احترام لرو. د شکایاتو د کمیسون ګزارش دا نن ورځې تاسې چې وګورئ د کابینې غړي مشاورین دولتی مامورین چې په دې کې والیان شته، ولسوالان شته او ټیټوربه خو هنوز مشخص نشده، ممکن است که مشاورین ریاست اجرایه باشه. دا مشخص دی، دا مشخص دی. د شکایاتو د کمیسون سره اسناد موجود دي، شواهد موجود دي په دې برخه کې. او وایي دوی نه لیکي چې دا د کابینې غړي دلته دي، دا د کابینې غړي چا په شکایت کړی دی، چا هغه شکایتونه مستند کړي دي او د شکایاتو کمیسون دا اخیستي دي. 909 موارد چې دوی وایي چې په دې پروسه کې دوی درج کړي دي، د تقلب او د جال دا چا کړي دي. که موږ کړي هم د شکایتو کمیسون نه زموږ هیله دا ده چې باید برملای کړي. که بل ټیم کړي هم اخلاقا باید وی مني چې دا کار دوی کړی. صندوقونه چې چیرته ډک شوي دي هم معلوم دي، تقلبي رایې چې چا اچولي خو بعد اقل مورد را کې شما در اعمال فشار گفتین. اگر مالی چه میگیم راځئ چې ټول ټیکټونه زه مولانا صاحب فرید زرمینه خور ابراهیمي صاحب ټول تعهد وکړو د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړو په عمل کې چې یوه مبارزه وه ټاکنی زموږ وکړه. دا د زمام حق و د مولانا صاحب حق و ډیموکراتیک. راځئ اوس د شفافیت دپاره کار وکړو ګډ. دا پیټه یوازې نه د شکایتو کمیسون ته پرېږدو او دا مسؤلیت نه یوازې د انتخاباتو کمیسون ته پرېږدو. راځئ چې ګډ کار وکړو. که موږ جال کړی، تصویر مو کړی، هم په دې برخه کې همکاري وکړو. که دولت ساز کړی، مولانا صاحب همکاري وکړي. نو بنا اوس د همکارۍ وخت دی، یعنی اوس باید راځئ په عمل کې ثابته کړو. دا خیالي خبرې دي چې موږ نه دی کړی او اتهام دی او دا دی. اوس خبره له اتهام وتې ده. نه مولانا صاحب، د 4000 نه زیات شکایتونه چې د شکایتو کمیسون سره درج شوي دي. زرمینه جانې دا خیالي دي، دا وهمي دي. 2500 زما ده. خو زه استقبال کوم ستاسو شکایت. 2500 زما ده شکایت. ما شکایت ته استقبال میکنیم، ولی کمیسون شکایت حق داره که بررسی کنه. اگر ما جرم کردیم، ما آماده هستیم که جزای شبی بینیم. اگر شما کردیم، لطفا اخلاقا از مردم افغانستان معذرت بخواید. یعنی موردی را که پیشتر شما اشاره کردین که تیم دولت ساز به گونه مشخص فشار وارد میکنه والای کمیسیون، یعنی مجرایی که این فشار وارد میکنه کجا است؟ کدام فرد است؟ شخص است؟ له هر ممکنی وسیله دولت ساز، د دولت له امکاناتو، له پیسو، له زوره، د مال، د نفوذ، دا ډیر موارد دي. موږ مستند کړي دي د شکایتو د کمیسیون. شما فقط کمک حوصله کنی، هر چیز که در دید باشه در کاسه میبرایی. فقط یک چند روز حوصله کنی، دی چی تقلب نیکنه. مولانا سیب تاسم حوصله وکی اما ما وای وطا وطا وکره وست مولانا سیب مولانا سیب که دولت ساز تقلب نیکنه د خاغلی مسلمیار غوند سړی لایو دولتي ما کوي چې زه دا د ټکنو د کمیسون په پلار منم. ویلی کې نه دی ویلی خو حال کمیسون تصمیم گرفته که اورای بایومتریک میه. خو اتمن تقلب کړه ازي خاطر میګه چیرې ما یې غپن نه دی. ما منتظر تصامیم کمیسون اردو کمیسون استیم برشان احترام داریم و تاکید ما میس که باید دقت بیشتر کنه، شفافیت. خب حداقل حال صحبت های آقای مسلمیار متفی است. تشکر. بیننده های گرامی اکنون هم یک میان برنامه. به ادامه ارگ 98 از خورشید خوش آمدین. بانو کارکر، در مورد 179 مورد شکایات استثنایی که صورت گرفته، هدف از این شکایات استثنایی چی است؟ چگونه بررسی میشه؟
179 شکایت که استثنایی بوده، متاسفانه به اساس هزی که کمیشنران ولایتی ما احساس خطر کردن و یا هم تصمیم گرفتن در این موارد بر از اونا هراسناک بوده و یا هم خارج از حیاتی صلاحیت های از اونا بوده، اونا خواستن که اینمی موارد و یا هم به اینمی شکایت که میسون مرکزی رسیدگی کنه، با اساس بعض مشکلات که اونا حس کردن و یا هم قرار به این بود که اونا شاید زندگیشان در ولایت مورد خطر قرار بگیرن و یا هم اکثر موارد دیگه، اینا شکایت به اساس قوانین انتخابات اینا میتونن شکایت استثنایی را به مرکز کمیسیون مرکزی درج کنن. اینا به کمیسیون مرکزی درج کردن، اینا شکایت هستن که ان شاء الله در می جریان استنافخایی هم کمیسیون شکایت انتخاباتی کلا موارد زیر با رسانا و مردم افغانستان شریک خواهد ساخت. یعنی نوعیت این شکایات تا هنوز مشخص نشده که جرایم انتخاباتی از تخلف از تقلب از چی است؟ اینا اکثرا جرایم انتخاباتی است. ما تخطی داریم، تخلف داریم و جرم انتخاباتی داریم که تقلبات گسترده هم شامل میشه به جرایم انتخاباتی. اکثر از اینا جرایم انتخاباتی هستن که انشالله کمیسیون شکایت انتخاباتی موقف گیری خود در این مورد خواهد داشت. تشکر آقای ابراهیمی. بحثی که همواره شماری از تکت های انتخاباتی مطرح میکنن، تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات در روز برگزاری انتخابات از فیصله 98 و 99 اگر قرار باشه که واقعا آرای بایومتریک معیار است، پس آرایی که توسط این دو فیصله صورت گرفته چگونه بررسی؟ جماز هستم شما اینجا ببینید اصل تغییر نکرده، اصل آرای بایومتریکی هست. چی بوده مورد؟ لیست رایدندا هم در به شکل کتبی چاپ شده بود، فرست رایدندا هم در دستگاه بود بایومتریک. گفته مگر دایی هست بعض افراد در چاپی بوده در بایومتریک نبوده، قابل اعتبار است گفتیم، یا برعکس در دستگاه بایومتریک بوده در شکل چاپیش نبود، این قابل اعتبار است. اما آرای بایومتریکی خود او انجام میداد، پروسه بایومتریکیش بوده، این ما اصلا غرض نگرفتیم. کمیسیون هیچ حق نداره که در روز انتخابات طرز العمل ها لوای خود تعدیل بکنه. ما تعدیل نکردیم، تنها یک اصل غرض نگرفتیم، اصالت فرق تغییر نکرد، تنها موردی بود که یک در حساب چی برد بگویم، به حساب رایدهی فهرست رایدنده نام کاندید رایدنده نه در فهرست در فهرست بود در بایومتریک نبود، اگر در بایومتریک بود در فهرست اینجا گفتم این حالت میدانه، اما در کل آرای بایومتریکی رو با تای مراحل میکردم و تای مراحل شده و ما اصلا غرض نگرفتیم. باز کمیسیون نمیتونه که همچنان که بعد از روز بعد از انتخابات بیخیت در لوای تشکر آقای مولانا. یک دقیقه فرصت داریم، در یک دقیقه اگر تصمیم دولت ساز بگوین که اگر قرار باشه اعلام نتیجه ابتدایی به تاخیر بره قابل قبول است؟ ببینن ما یک نقطه را خدمتتون عرض میکنم که دو گپ میزنم یک دقیقه را برمیگرد. یکی سایبری، تنها افغانستان یک کشور است که بیچاره تلفن خود نمیتونم، فیسبوک خود نمیتونه سایبری محافظت بکنه. سایبری در امریکا انتخابات امریکا را زیر سوال برد، تا امروز جنجالش است. یک، آقای حکمت خواستند که ما با کمیسیون در شفافیت همکاری بکنیم. وقتی که ما میگوییم تمامی لوایح مقررات قوانین انتخاباتی را کمیسیون مستقل انتخابات حمایت میکنیم، به خاطر معنایش است که ما طرفدار شفافیت هستیم، دیگه بی باور نیستیم، اتهام نمیبندیم که اگه کار نکنین با این گپ میشه. ببین و خاص دیگه ایم از برادرای ثبات چی است که اگه اینا واقعا ثبات دارن یک گپ دیگه رو بزنن که ما میگه که امو وقتی که از دیگ برآمد با زوخ شما میگن، ما میگم پیش از دیگ خودت گپ نزد که فلانی فشار آورده، و چرا پیش از دیگ برآمدن خودت گپ میزنی؟ و در مورد تاخیر اعلام نتیجه ابتدایی ببینید، ما هیچ چیز میگیم که ما هیچ وقت طرفدار از این نیستیم که دقت فدای سرعت بکنیم. اینمی هم اگر برای شفافیت از قابل پذیرش اجازه بدید، اینمی هم از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات است، از وظایفشان است. با این که خواست از داشتیم، خواست از دیل داشتیم، نباید تقویم با تاخیر بیفته، چرا سر بسیار مسائل بعدی تاثیر میکند. اما در زمانی که کمیسیون تصمیم میگیرد این کار میکند، تشکر. ما به عنوان ناظر حق اعتراض داریم، اما حق ازی که بگویم چرا این کار کردیم ما تشکر آقای حکمت. بحث تاخیر نتیجه پدې کې هیڅ شک نشته چې دولت ساز په ټول قوت له ټولو امکاناتو په ډیر سپینسترته تقلب وکړي، ولې د افغانستان خلک دا ځل مصمم وو چې ارګ ته د پاکو رایو په اساس سړی ولیږي، ټولې لارې ور بندې کړي، نو دوی مجبور دي چې تنزل وکړي او به پورته به وکړي، نه ځي به پاواره خوځي. یو بل دا ده چې زموږ غوښتنه
د دوارو شکایتونو نه دا چې تقویم نقص نکی او نهایی کوشش وکړي تر کومه چې معلومات لرم درې نوي سلنه رای سیستم ته تللی دي او باقی به ان شاء الله چې په دې لنډ وخت کې ولاړ شي. بیا هم که انتخاباتو نتیجه ابتدایي نتیجه وروسته کیږي د ټاکنو کمیسیون باید د افغانستان خلکو ته په جزئیاتو معلومات ورکړي او هغه چې دوی مجبوره کړي دي چې نتیجه تاخیر کړي ورسره شریک کړي چې ولې دا نتیجه. تشکر، سپاسګزار هستم مهمانان ګرامي از حضورتان و بیننده های عزیز. شما هم تشکر که تا این دم بیننده ارگ 98 بودین. تا برنامه بعد، الله نگهدار.